سلام، با ما همراه باشید با چکیده ای از اخبار کوتاه فارسی. بامداد روز یک شنبه دهم مرداد 1400 دست کم سه زندانی به نام های سپهر عباس نژاد، اسکندر زارع و حمزه رضایی جهت اجرای حکم اعدام به سلول های انفرادی زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند. امروز نیروهای امنیتی در روستای اگریقاش از تابع مهاوار یک جوان را با هویت هیمن قرهداغی بازداشت کردند. شعبه 28 دادگاه تجدید نظر استان مازندران حکم تبعید مژگان کاووسی فعال کرد محبوس در زندان اوین به یکی از زندانهای کرج داده و این حکم روز شنبه 9 مرداد رسما به وی ابلاغ شده است. حکم تبعید مژگان کاووسی به یکی از زندانهای کرج که هنوز مشخص نیست که کدام زندان است، در حالی است که وی درخواست انتقال خود را به شهر محل سکونتش یعنی زندان نوشهر را داده بود و اکنون باید پس از اتمام مرخصی به زندان اوین تهران مراجعه و از آنجا به زندان کرج تبعید گردد. هاشم خوران شهروند بازداشتی اهل اشنویه روز چهارشنبه ششم مرداد ماه با تودی قرار وثیقه از زندان این شهر آزاد شد. وی اوایل تیر ماه امسال توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. امروز گروهی از زیاندیدگان صرافی کریپتولند در مقابل ساختمان دادسرای جرائم اقتصادی واقع در تهران دست به تجمع زدند. تجمع کنندگان خواستار رسیدگی به مطالباتشان از جمله فراهم آوردن امکان برداشت پول و رمزارزهای خود هستند. به دنبال شیوع گسترده کرونا در بند زنان زندان اوین، نیلوفر بیانی فعال محیط‌زیستی محبوس در این زندان به کرونا مبتلا شده است. در پی بروز شدید علائم کرونا در میان تعدادی از زنان بند زنان زندان اوین و انجام تست از برخی زندانیان، تست کرونا بیانی نیز مثبت اعلام و به قرنطینه منتقل شده است. دو روز پس از حمله به یک کشتی متعلق به یک شرکت اسرائیلی در آب‌های دریای عمان که به مرگ دو تن از خدمه آن منجر شد، رسانه‌های اسرائیل از تلاش دولت این کشور برای کشاندن این ماجرا به نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها، نامه رسمی شکایت اسرائیل علیه حمله تروریستی جمهوری اسلامی روز یکشنبه دهم مرداد از سوی گیلاد اردان، سفیر اسرائیل در سازمان ملل واشنگتن، رسما به دبیرخانه شورای امنیت ارائه خواهد شد. شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران حکم 30 سال حبس امیر سالار داوودی فعال حقوق بشر و وکیل دادگستری را تایید کرده است. تایید حکم زندان این وکیل در حالی صورت گرفته است که پیش از این دیوان عالی کشور حکم شعبه 15 دادگاه انقلاب که شعبه بدوی بوده را نقض کرده بود. داوودی که در گذشته وکالت تعدادی از زندانیان سیاسی و مدنی همچون سهیل عربی و سعید شیرزاد را بر عهده داشت، در اواخر 98 با رأی دادگاه بدوی به 30 سال حبس تعزیری و 111 ضرب شلاق محکوم شد. سپاس که بیننده ما بودید.